ایرانی یاد بگیرین. گفتم یک به اصطلاح من این خبر بحث این که دختر افغانستان اجازه نمیدن دیگه برن دانشگاه نشه، اینا گفتم مثلا چه جوری میشه کمک کرد و اینا، حالا در حد خیلی کوچیکی و به اضافه که حالا همزمان ایران هم با این بحث دلار خب خرید و اینا خیلی سخت شده، بیایم این رو اکسسیبل کنیم. یعنی یه ویدیوی من بدم که شما بتونید از طریق این یه کمکی بهتون بشه که بتونید ماشین لرنینگ رو یاد بگیرید. توی ویدیو قرار نیست من بهتون چیز یاد بدم، قرار بهتون بگم از کجاها میتونید برید یاد بگیرید و اون منابع رو بهتون معرف کنم و از همه چیش هم خواهد بود. یعنی از اول تئوریش رو شروع میکنم و از پیش نیازاش شروع میکنم، بعد تئوریش رو میگم، بعد تو عمل امروز داره چه اتفاقی میفته و در آخر اگه بخواید جاب بگیرید و وارد اینداستری بشین چی واسه. یعنی کل مباحث رو من میگم، توی فکرام کلش هم 10 دقیقه نباید بیشتر طول بکشه. و یه اتفاق دیگه که تو این لایو خواهد افتاد، دو تیکه خواهد، یک ویدیو خواهد بود که حرفای من خواهد بود که فقط موضوعات رو میگم، و یه داکیومنت خواهد بود که تو یکی دو روز آینده اینو پستش میکنم تو تلگرامم، که اون داکیومنت میگه هر موضوع رو از کجا برین یاد بگیرین. برای هر موضوع دو تا سه تا منبع معرفی میکنم. اگه کسایی هم هستن روی لایو که منابع بهتری میدونن به من بگید، که اون منابع ممکنه یوتیوب باشه، ممکنه کتابایی باشه که مجانی هم روی اینترنت، یا هر چیزی که بالاخره مجانیه. و این منابع مجانی هم تقریبا تو زمینه ماشین لرنینگ به دلایلی یا بهترین منابع ان یا در حد بهترین منابع ان. یعنی شما چیزی از دست نمیدین با رفتن به مجانی، با همون کیفیت منابع اصلی میگیریم. حالا به دلیلی که کلا دنیای ماشین لرنینگ و ای آی یه سریال اوپن سورس و اینا اولش سوار شد، به اضافه اینکه یه بحثی که وجود داره به خاطر که میگن این یکی از قوی ترین تکنولوژیایی که بشر داره بشه دسترسی پیدا میکنه، باید یه کاری کنیم که این تو دسترس همه باشه، نه دسترس یه گروه آدمای پولدار. و به همین دلیل این جوه بوده و بهترین منابع همیشه معمولا مجانی هم یه ورژنش گذاشته شده. اینا رو توضیح میدم براتون. ببینید، خب پس من میخوام بگم که چه چیزهایی رو شما باید یاد بگیرید، خب برای که بتونین مثلا تو ماشین لرنینگ برین جلو و جاب بگیرین و بتونین پروژه بزرگ انجام بدین، بتونین آرکیتکچر در اینا همه رو توضیح میدم. ببینید، قبل از این که اصلا وارد این بحث بشیم، یه چیزی بگم که ماشین لرنینگ یه دیسیپلین، یه نمیدونم رشته، یه بحث خیلی بزرگیه، خب، و از چندین و چند جهت هم میتونیم وارد بشیم و ممکنه از هر جهتی که یه سری چیزا رو بیشتر یاد بگیری، یه سری چیزا رو کمتر، یک راه مستقیم خیلی یونیکی نداره لزوما. خب چیزی اول از همه من میخوام پریکویزیتاشو بگم، به اصطلاح پیش نیازاشو میخوام بهتون بگم، خب که چه پیش نیازایی داره شما اگه میخواید وارد این مثلا دیسیپلین بشین، که چه چیزا رو از قبل یاد داشته باشید. اینا رو هم من به دو دسته تقسیم میکنم، یکی پیش نیازای ریاضی، یکی پیش نیازای کامپیوتر ساینس و کامپیوتر انجینیرینگش. خب پیش نیازای ریاضیش یکی لینیر الجبرا است، خب جبر خطی رو شما باید بدونین، یکی کلکولس و استاتستیکس و پرابلیتی تیوری. خب این سه تا یا چهار تا هر جور که میخوایم بهش نگاه کنین، اینا رو شما باید یه کلیتی ازش بدونید. خب حالا این بین به قول معروف این یکی از موضوعاتی که بین علما خیلی اختلاف نظره، خب که چقدر شما یک کسی که میخواد بره تو ماشین لرنینگ پیشرفت کنه چقدر باید بک‌گراند ریاضیش قوی باشه. این سوال اگه از من بپرسن، من میگم خیلی، من میگم ریاضی خیلی مهمه و فهم ریاضیتون، فهم مخصوصا از لینیر الجبرا، از کلکولس، نمیدونم چه میدونم مشتق تو فضای امبودی، این که بردارا چجوری کار میکنن، اینا probability theory، نمیدونم information theory، این چیزا به نظر من خیلی مهمه. تو چه میدونم میخوان last function تعریف کنی، چرا این last function رو تعریف کنی، چرا تو فضای امبودی میگی، به نظر من اینا خیلی مهمه. خب ولی کسایی هستن که اینا رو بلد نیستن یا خیلی کم بلدن و خیلی پیشرفت کردن، از یه در دیگه وارد شدن، و یا کسایی هستن که اصلا بلد نیستن و یک جابای دیگه تو این دنیای ماشین لرنینگ گرفتن. یعنی اینم هست، خب این نظر من اینه که خیلی مهمه، ولی کسایی هستن که اونقدر تو اینا خوب نیستن یا اصلا بلد نیستن و بازم اونا پیش رفتن. خب برای همین نظر من تا حدی قبول کنید. قسمت دوم پیش نیازا قسمت کامپیوتر ساینس و انجینیرینگشه. خب که اول از همه مثلا خب الگوریتم و دیتا استراکچر، مثلا تمام دیسیپلین‌های دیگه کامپیوتر ساینس، که برای مثلا حالا الگوریتم لازم نیست خیلی مثلا خفن باشین تو تمام مثلا الگوریتما و چجور اپتیمیزش، ولی یه سری چیز بیسیک رو بلد باشین، نمیدونم کانسپت او و اینا رو بلد باشین، دیتا استراکچر بلد باشین، خب بالاخره ماتریکس چیه، نمیدونم وکتور چیه، این چیزها رو تا یه حدی باید بلد باشین.
بعد میریم وارد بحث‌های دیگه کامپیوتر ساینس و انجینیرینگ میشیم. خب زبان برنامه‌نویسی باید بلد باشیم، کدینگتون باید در حد نسبتاً خوب باشه، ولی نه در حد یعنی کدینگی که تو خیلی از زمینه‌های سافت‌ور دیگه به کار میره، خیلی کدینگ و پروگرامینگ ادوانس‌تری از کدینگ که تو ماشین لرنینگ. کدینگ ماشین لرنینگ معمولا پایتون خیلی های لول و بیشتر شما با بیشتر اینه که بتونید با دیتا بازی کنین تا اینکه مثلا یه کدر خیلی خفنی باشین. خود دیسی چیزای کدینگ مثلا که کدتون باید تمیز باشه، ماژولار باشه، این چیزا رو باید یاد داشته باشین. خب بعد بحث بعدی بحث دیتابیس و مثلا مای سی کیو ال و کلا بحث دیتا انجینیرینگ خیلی 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 بحث مهمیه. یه کوت معروفی هستش که میگه مثلا هر مهندس ماشین لرنینگ 80% زمانش داره دیتا رو تمیز میکنه و 20% دیگه‌اش هم داره قور میزنه که چرا اون 80% داره این کارو میکنه. و این یه جورایی حالا مثلا یکم جوکه، ولی تا یه حدی واقعیت، یعنی شما 1% خیلی زیادی از کارتون همیشه با دیتا سر و کار خواهد داشت. اینکه دیتا رو ببین از کجا سورس کنین، منابعش رو پیدا کنین، تمیزش کنین، وصلش کنین به مدل‌ها، اینا و مهمه که این کارا رو بتونین و افکتیو انجام بدین. خب برای همین طراحی دیتابیس حالا شاید نخواد خیلی توش خفن باشیم، ولی باید بلد باشیم بیسیکش و مای سی کیو ال باید بلد باشیم، بالاخره باید بتونین کوئری بگیرین از اینور اونور. و در نهایت این چیزی که شاید خیلی تو کورس ها بهتون نگن و این مثلا جزء چیز نباشه ترادیشنالی، مثلا کلاود کامپیوتینگ باید بلد باشین. خب چون ماشین لرنینگ که الان داره استفاده میشه، هیچی شما تقریبا روی لپتاپ روی کامپیوترتون قرار نیست ران کنین، شما دیتاتون همیشه یه جاست، جی پی یو تون یه جاست، اینا رو باید بتونین به هم وصل کنین. بالاخره حجم کامپیوت هیچ وقت نداره تو ماشینتون، اصلا دیتا رو نمیخواد بیارین اون حجم رو تو ماشینتون، شدنش همه کارا همه جور میشه کرد، ولی درستش نیستش. باید تسلط داشته باشین به کلاود کامپیوتینگ، بدونین مثلا سرویس‌های مختلف چجوری کار میکنن، چجوری با هم وصل میشن. بعد بعضی وقتا به جایی که خودتون بخواید یه سافت‌ور بسازین، یعنی سرویس استفاده کنین، اینا رو به هم چجوری وصل کنین. اینا یه اسکیلاییه که مهم خواهد بود براتون، یعنی ازش نپرین، نگی مثلا چون واجب نیست و تو درسمون نیست من یاد نمیگیرم، این یه چیزی که مهم خواهد بود تو عمل. خب اینا به اصطلاح پس بک‌گراند شد، یعنی از تو ریاضی شد، لینیر الجبرا، کالکولس، استاتستیکس و پروبابیلیتی تیوری، حالا یه مقدار کمی انفورمیشن تیوری، اینجور چیزا توی کامپیوتر ساینس و کامپیوتر انجینیرینگش هم شد الگوریتم دیتا استراکچر، یه پایتون، یه پروگرامینگ لنگویج، بعد دیتابیس و مای سی کیو ال و بس کلاس کامپیوتینگ، چهار تا. خب اینا شاید پیش نیازا، دوباره هم گفتم تو هر کدومش ممکنه بد یا خوب یا اینا باشین، ولی تا یه حدی باید هر کدوم بدونین. نکته که میخوام بهتون بگم، من یه کتابی رو، این کتابو قبلا هم چند بار معرفی کردم، این کتاب، این کتاب دیپ لرنینگ مال یانگ گود فلو و رفقا، این کتاب هم لینکش رو میذارم. این کتاب برای کسایی که تا حدی این چیزها رو بلدن، یعنی تا حدی این ریاضیش رو بلدن، از روی این کتاب بخونن، دو تا سه تا فصل اولش خیلی سریع ریفرش کرده همه چی رو گفته. خب و اگه شما یه بک‌گراند ریاضی خوبی دارین، شما رو میاره تا اینجایی که آماده باشین که بریم برای ماشین لرنینگ مدل. خب یعنی همه چی رو ریفرش می‌کنه. اگه تو دانشگاه و تو دبیرستان این مفاهیم نمیدونم مشتق تو فضای انبودی، نمیدونم حالا probability theory، یه مقدار کمی information theory، اینا رو بلد باشین، این کتابه همه رو میاره براتون. مجانیش هم هستش، اینو اگه دوست دارین بخرین، خیلی کتابش قشنگه. اگه هم دوست ندارین، مجانیش رو براتون میذارم که دانلود کنین، خودشون گذاشتن، خیلی هم قانونیه. خب این شد از پیش نیازا. حالا اینا رو که یاد گرفتین، که بنظرم من یه قسمت خیلی 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 مهم به کار انجام دادین اگه پیش نیازا رو یاد گرفتین، حالا وارد ماشین لرنینگ بشین. اینا تقسیم بندی منه، ممکنه یه جا دیگه برین یه چه متفاوتی باشه. من جور که تقسیم بندی میکنم، یه سری بحثا رو میارم تو ترادیشنال ماشین لرنینگ، اون زمان مثلا قرن نمیدونم 4 و 5 چیز چی میشه دیگه، قدیم ماشین لرنینگ مثلا میشه 20 سال 30 سال پیش، اون زمانی که نه جی پی یو بوده و نه دیپ لرنینگ به اون صورت بود و اینا، یه سری مفاهیم خیلی بیسیک و کلی، خب مثلا سوپروایز چیه، آن سوپروایز چیه، کلاسیفیکیشن چیه، ریگرشن چیه، بعد یه سری مثلا تسکای خیلی بیسیک، مثلا کلاسترینگ یعنی چی، KNN یعنی چی، دیمنشنالیتی ریداکشن یعنی چی، نمیدونم، بعد یه سری چه میدونم انسامبل الگوریتم، یه سری چه میدونم چی بود، رندوم فورست و لینیر ریگرشن و یه سری چیزای بیسیک. خب
اینا چیزایی نیست که الان مثلا واقعا اونقدر بعد یاد داشته باشه، این ترما رو بعد بدونید. خب و اون ترما هم دوباره در این کتاب آقای مهندس ذکر شده اینا، خب و اینا همه رو یاد داده تو یکی دو تا فصل اینا رو ازش گذشته، به اضافه که یه سری ریسورس دیگه هم بهتون میدم که حالت چیت چیتی داره، ایکس جی بوست به قول دوستا و از این حرفا. اینا رو یه سری ریسورس هست که به صورت چیت چیتی، یعنی کل همه مفاهیم رو تو دو سه صفحه آورده، یعنی اگه که شما واقعا بدونین مفاهیم فقط بخواین یه بار روش مرور کنین که ریفرش بشین، میتونین تو دو سه صفحه تو یه ساعت کلش رو بخونید. خب اگه نه هم که خب بخواین چیز یاد بگیرین، باز داره سورس بهتون میدم معرفی میکنم که بتونین دیپ تر واردش بشین. این شد مثلا ترادیشنال ماشین لرنینگ و کانسپت های اولیه. بعد حالا من میام مسائل به نسبت مادرن تر، ولی نه خیلی مادرن. خب مثلا چیزایی که از سال من میگم سال 2013 تا 2018 خب که یه سری که بیشتر دیپ لرنینگ، خب کنی مثلا نورال نتورک رو بگیم، نورال نتورک که واقعا کور مثلا ماشین لرنینگ مادرن. خب این نورال نتورک رو ندونیم واقعا خیلی چیز، و بعد ریاضیش هم تا حدی بدونیم، اینجا وصل میشه به اون بحث‌های ریاضی که پیش نیاز داشت و اینا. نورال نتورک رو یاد بگیرین. خب بعد خب یه سری نورال نتورک های خاص مثل CNN، RNN هم که کلن منقرض شده، ولی خب میخواین یاد بگیرین. ولی خب مثلا CNN رو یاد بگیرین به معنی آرکیتکچر. بعد یه سری کانسپت هایی که توی مثلا این 10 ساله خب استفاده شدن رو باید یاد بگیرین. ترانسفر لرنینگ خیلی کانسپت مهمیه، چون تو همه جا در حسرت هر چند ماشین لرنینگ ازش این کانسپت استفاده خواهد شد. RL رو یاد بگیرین، رینفورسمنت لرنینگ، مخصوصا اگه میخواین تو کار روباتیک، تو کارهای گیم یا تو هر زمینه که بالاخره RL چیز داره. گنز، خب اینا همش مفاهیمی که اینا رو دوباره میگم شما میتونین یاد بگیرین، میتونین یاد نگیرین، هیچی نیستش که مثلا خیلی ممکنه آدم باشه خیلی پیشرفت کرده باشه توی زمینه ماشین و اینا رو ندونه مثلا یک کلمه از اینا رو. اینا همه چیزی که کمکتون میکنه ولی هیچ کدومشون لازم نیست تو زمینه های دیگه. گنز مثلا یه کانسپتیه که خب خیلی چیز شده بعد تو کارهای جنراتیو و یه اونم باز دوره قسمت خیلی خاصی از جنراتیو است، اون رو مثلا جالب یاد بگیرین. گراف نورال نتورک خب مثلا تو الگوریتمای تو سوشال میدیا، تو الگوریتمای چی میگم توی تسکای سوشال میدیا، تسکای رو اینترنت، اینا خیلی چیزا، حتی توی مثلا بیولوژی اینا هم خیلی کاربرد داره. فیو شات خب یه به اصطلاح موضوع جالب دیگه است که میتونین یاد بگیرین. و فدریتد لرنینگ برای بحث‌های پرایوسی پریزروینگ، برای بحث‌های لرنینگ روی دیوایس، اینا جالب. اینا همه موضوعاتی که توی مثلا این 10 ساله بوده و خوبه یاد گرفتنش، ولی هیچ کدوم اینجوری نیست که اگه یاد نگیرین مثلا دیگه نمیتونین ادامه بدین. اینا بحث‌هایی که مثلا ماشین لرنینگ نسبتاً جدید من بهشون میگم، و یه سری بحث‌ها واقعاً جدیده، بحث‌هایی که مثلا توی 4 سال گذشته بیشتر مد بوده، از سال 2017 و 18 به این ور که ترانسفورمرها یه جوری زمان میخوام وارد دنیای جدید، وارد دنیای بعد 2018 به این ور بشیم، آرکیتکچر ترانسفورمرها رو باید یاد بگیریم. خب این یعنی مهمترین پیس تکنولوژی که اون وسط باید یاد بگیرین. خیلی هم دیتیل داره ولی دیتیلش رو یاد بگیریم بعد فهمیم که مد یه بیسیکلی کل قضیه چیز خیلی 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 ساده است، ولی باید یکم زمان میگذره تا این داستان رو بگیرین. ترانسفورمر ها یاد بگیرین. بعدم خب بحث های مثلا لارج لنگویج مدل ها اصلا چی هستن، چجوری کار میکنن، از اون اولش که کورپسه مثلا اونقدر بزرگه تا این که مثلا که نام ترانسفورمر بیسن دیگه، این چجوری ساخته میشه، هایپر پارامتر ها چجوریه، چجوری ترین میشه، تو چجوری این حجم زیاد ترینینگ رو انجام میدین، اینا و اصلا کلا این داستان لارج لنگویج مدل چی هست و چرا کار میکنه و اینا. اون یه بحثیه که خب خیلی جدیده و خیلی جدید که چند سال گذشته، و حالا من مثلا برتو برین یاد بگیرین. بعد مثلا دیفیوژن ها رو یاد بگیرن، دیفیوژن ها خیلی مد شدن مثلا تو کار ایمیج و اینا، اینا مثلا آپدیت میشین میان تو سال الان. خب اینا شد مفاهیم ماشین لرنینگ. بعد خب مثل تمام زمینه های دیگه تو کامپیوتر ساینس و انجینیرینگ، شما مثلا کامپیوتر انجینیرینگ، شما اگه میخواین یه کاری بشین، یه چیزی یاد بگیرین، با خوندن نمیشین، یعنی خوندن لازمه، واجبه ولی چی شد لازمه، ولی کارتون رو تموم نمیکنه، یعنی
شما احتیاج دارین که پروژه انجام بدین. خب یعنی در نهایت شما اگه پروژه انجام ندین و کار نکنین، اون چیزایی که خوندین واقعا نمیدونم به چه دردی خواهد خورد. خلاصه هر چی میخواین بیشتر برین جلو و بیشتر پروژه انجام بدین، بعد دستتون تو کامپیوتر باشه، هی کار کنین، یه چیز عوض کنین، باش بازی کنین تا یاد بگیرین. خب حالا کجا این کار انجام بدین؟ تو جایی مثل کگل، تو جایی که مثلا کامپیتیشن پست میکنن، جایی که پروژه معرفی میکنن. و به یه خوبی کگل که من بارها گفتم اینی که یه سری آدم هستن که دارن مسئله رو حل میکنن، یه سری آدم هستن که اون کنار دارن کمک میکنن به بقیه که چجوری حل کنن، و این یعنی یه جور مفتی شما دارین از یه سری آدمی که میان کمکتون کنن استفاده میکنین، و اون فضای خیلی فضای خوبیه. اگه بازم مثلا فکر کنین پروژه نمیخواید، ما هم مثلا کمک میکنیم به خیلی ها مثلا پروژه، اگه ولی یه ذره بعد ادوانس تر باشین. و منم سعی میکنم که توی یه گروهی درست کنم که کسایی که توی این کمپانیا کار میکنن بیان، کسایی که مثلا حالا تازه تر شروع کردن و بیان کمک کنن که پروژه انجام بدن و اینا، اینم سعی میکنیم انجام بدیم. در نهایت بعد از پروژه ها بحث تولزا و ابزار هاست. خب یه سری ابزارا رو، یه سری وبسایت و سرویس و حالا ابزار و هر چی میخواین اسمشو بذارین و بعد یاد بگیرین. چه خیلی بعضیش هم خیلی بیسیکه، مثلا گیت‌هاب باید یاد داشته باشین کار کنین. خب هر پروگرامری، هر کدری باید آشنا باشه با این کانسپت. بعد خب کلاب خیلی خوبه، مثلا وقتی صحبت از مجانی کردن، مجانی میگیم شما وقتی میخواین کار کلاود بکنین، خب کلاب یه سرویس مال گوگل که اجازه میده مثلا جوپیتر نوتبوک همجوری مجانی بیارین بالا و یه مثلا کامپیوتی هم بهتون میده و یه سری امکانات. خب اینو خیلی خوبه که یاد بگیرین. خب بعد کلاود رو، خب بعد کلا ابزارهای کلاود رو یاد بگیرین. خب گفتم کلاب یه دونه مثلا ورژن مثلا مجانی نوتبوک ایناست، ولی چیزای مجانی دیگه هم این وسط هست که من سلاش کنم توی این داکیومنت براتون بیارم. ببینین اسامین اصلا لازم نیستش که مثلا الان بخواین یاد داشت کنین، نه همه رو من براتون یه داکیومنت میکنم و شیرش میکنم براتون به صورت داکیومنت و با سورس. الان حواستون رو سکن کل مطلب رو یاد بگیرین. بعد خب مثلا چه میدونم با دیسکورد آشناشین، دیسکورد جایی که الان همه کامیونیتی های بزرگ رو دیسکورد مثلا چیز میکنه، میرن اونجا صحبت میکنه، مثل چت، مثل تلگرام میمونه ولی خب یکم فنی تره، مردم میرن اونجا صحبت سوالاشون رو میکنن، جواب میدن به هم دیگه، داکیومنت شیر میکنن، بتونین برین تو کامیونیتی های مختلف بازی کنین. خب بعد استک اوور فلو، خب یه چیز دوره خیلی بدیه، شما وقتی ارور دارین میرین اونجا مثلا سرچ یا گوگل میکنین با استک اوور فلو همیشه ارور، یعنی یاد بگیرین با ابزارا بازی کنین. اینکه بدونین چیه خیلی چه ساده ای، ولی اینکه یاد بگیرین باشون بازی کنین بعضی وقتا اونقدر بدیهی نیستش. خب بعد هاگینگ فیس، خب اینا خیلی این چیزی که تا حالا گفتم ابزاری بود که برای تقریبا تمام کارهای سافت ویر انجینیرینگ اینا شیرد بود. هاگینگ فیس یه ابزاری که به اصطلاح یه نوع ریپوزیتوری از مدلای خیلی جدیدتره که اونجا حالا بحثاش هم شده، داکیومنت هم شده، مدل هم خیلی وقتا سرو میکنن، یکی هم داره مینتینش میکنه. با هاگینگ فیس آشنا بشین و بتونین باش کار کنین و بتونین مدلای اونو بگیرین، فاین تون کنین، از اینجور چیزا. این ابزارا رو براتون جالب خواهد بود. این شد بحث ابزارا. بحث یکی مونده به آخر، بحث اینداستریا که راجع به اینم قبلا صحبت کردیم. ببینین شما وقتی میخواین، حالا در نهایت که شما اون بک‌گراندش رو یاد گرفتین، خود تئوریش رو یاد گرفتین، پروژه رو انجام دادین، ابزارها رو یاد گرفتین، شما می‌خواید ببینید که این تو چه اینداستری های این کاربرد داره. خب چه جاهایی و این ماشین لرنینگ که شما استفاده می‌کنین وارد هر اینداستری که میشه، وارد هر صنعتی که میشه، یه شکل خاص خودش رو می‌گیره. اون ماشین لرنینگ که مثلا توی ادورتیزینگ هست با اون که تو روباتیکس هست فرق می‌کنه، تولزهای مختلف استفاده می‌کنن، تکنیک‌های مختلف. بیاین ببینین اون توی اون صنعت خاص این چجوری استفاده میشه و اکسپرت اون بشین و اون شما رو باعث میشه بتونین برین مثلا یه جاب خیلی خوبی توی کمپانی خوب با یه لول خیلی خوب بگیرین. اون یه اسکیل ستیه که معمولا تو کتاب و دفتر و مدرسه و اینا بهتون خیلی خوب یاد نمیدن. باز دوباره اونو منابعش رو من معرفی میکنم که از کجا یاد بگیرین. ببین اینداستری‌ها به طور کلی بخوام بگم، ادورتیزینگ یه جایی که همیشه خیلی ماشین لرنینگ استفاده میشده و تعداد زیادی هایر میکنن، همیشه سایزاش هم خیلی بزرگه، سایز تیماش. بس روباتیکس خب همیشه هستش، اون قسمت سافتورش همش ماشین لرنینگه. بس سلف درایوینگ که خب تو این سالها خیلی بزرگ و بزرگ و بزرگتر داره میشه و کالا با روباتیکس یکم دوتا همساین. ریکامندیشن انجینا، خب این که شما میخواین برین توی سایتی مثلا بهتون جنس معرفی کنه یا تو یوتیوب بهتون ویدیو معرفی کنه، اینا هم یه کاتگوری بزرگی از جاوای چیزن
و حالا این بحثایی که ما جدیدن میکنیم تو مثلا دراگ دیسکاوری، توی بحثای فارما، چیزی که ما الان فوکس کرد تو لایف ساینس، که شما چجوری بتونید پروتئین دیزاین کنین، چجوری یه موجود بیولوژیک دیزاین کنین، اینا یه بحثی که خب الان داره خیلی بزرگ و بزرگ بزرگتر میشه. کمپانی ما هم داره کامل همین کارو میکنه. بحثای NLP که دیگه خب همتون میدونین، همین چت جی پی تی و تمام این داستان ها که خیلی داره بزرگ و بزرگتر میشه. اونا هم فایننس، این که برین تو هج فاندا مثلا کار کنین یا بتونین مثلا مدل ترین کنین که استاک مارکت رو مثلا پردیکت کنه یا اینجور بحثا، این هم خب یه استفاده خیلی بزرگ از ماشین لرنینگه. و مثلا نتورک سکیوریتی هم که آخرش خب پترنا رو پیدا کنین، پترنای دزدی و سرقت و فلان رو اینترنت پیدا کنین، این هم یه چیز خیلی بزرگ، یه اپلیکیشن خیلی بزرگه. شما هم تیمی اکسپرت تو هر کدوم از این فیلدا بشین. این شد اینداستریا. و بحث آخرم این که کارهای خیلی اکسایتینگ که الان داره تو این فیلد انجام میشه، خب که مثلا شما به نظر من اگه تمام اینا رو رفتین یاد گرفتین، در آخر خوبه که دو سه تا از این کارهای خیلی جالب و هیجان انگیزی که داره تو فیلد انجام میشه یاد بگیرین، که مثلا بتونین صحبت کنین، رفتین جایی مثلا بتونین راجبش صحبت کنین و خودتون اینسپایر بشین که مثلا چه جوری واقعا داره ماشین لرنینگ عوض میکنه دنیا رو. چند تا مثلا پروژه خیلی اینسپایرینگ الان هستش، یکی بحث جنراتیو هستش که خب مثلا دالی، میدجرنی، اینا میتونیم باشون بازی کنین اولا، بعدم تلاش کنین برین آرکیتکچرش رو یاد بگیرین که ببینین چجوری تیمای بزرگ مثلا یا آرکیتکچر بزرگ ماشین لرنینگ یعنی چی، در راجع به چی داریم صحبت میکنیم. بعدم در نهایت خیلی دیتیل میتونین برین گیتاباشون و کداشون خیلی وقتا شیر میکنن. گفتم یکی کاتگوری مثلا جنراتیو آرت که مثلا نقاشی میکنن و اینا، که دالی و میدجرنی دو تا از بزرگاشن. یکی کاتگوری که بتونه با آدم صحبت کنه و بحث NLP که مثلا خب GPT-3 چت GPT که میتونیم بریم باهاش قشنگ صحبت کنیم، براتون مقاله بنویسه، فیلم بنویسه، داستان بنویسه، اون چیزه. و در نهایت موضوع که برای خود من از همه اکسایتینگ تره همین بحث پروتئین دیزاینه، که خب اولش از پروتئین فولدینگ شروع شد که تیم آلفا فولدینگ از گوگل در اومد و الان هم این کاری که ما داریم میکنیم اسمش رو گشتیم مالی، که end to end sequence به اصطلاح function، شما دقیقا تعریف میکنین چه موجود بیولوژیکی به شکل پروتئین میخواین و این براتون کل موجود رو دیزاین میکنه. اینا بحثاییه که به نظر من بحثای خیلی هیجان انگیز و اکسایتینگ، یعنی چیزی که ماشین لرنینگ داره از اون حالت مثلا مهندسیناش در میاد و یه موجود خیلی جالب و عجیبی مثل آدم میشه و یه کاری داره میکنه که حتی آدم نمیتونه فکرش هم بکنه. اینا رو خب همیشه خیلی جالبه که این بحثا رو هم دنبال کنید. خلاصه اینا تمام مسائلی بود که از صفر تا صد انگار همه چی ماشین لرنینگ رو گفتم. توی کلش هم چقدر طول کشید؟ خیلی کلش فکر کنم 20 دقیقه طول کشید. همونجوری که اولش گفتم، این رو من به طور